توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری رنگ چشمو توی ویدیو تغییر بدید. با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من نیما شاعری هستم و با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار افتر افکت در خدمتتونم. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان این کارو انجام بدید. و اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست، توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسید که حتما براتون آماده کنم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. بعد از اینکه ویدیوی مورد نظرمو وارد افتر افکت کردم، میام ازش نیو کامپوزیشن می‌سازم. ویدیوی من قرنیه یک چشمه به این شکل. و حالا میخوام رنگ این چشم رو تغییر بدم. برای این کار اول یه نیو سالید میسازم، رنگش رو میذارم روی سفید به این شکل. اوپاسیتی رو میارم پایین اول که بتونم یه ماسک دور قرنیه ایجاد کنم به این صورت. باید توجهش باشید که ماسکتون باید خیلی تمیز ترسیم بشه به این شکل. دور اپاسیتی رو برمیادم سر جاش. تو مرحله بعدی باید از لایه چشمم یه داپلیکیت بسازم به این صورت. میام لایه وسطی، یعنی دومی لایه‌ای که از ویدیو اصلیم از ویدیو چشم دارم، ترک مت‌شو میذارم روی آلفا مات. حالا اگه لایه زیرین رو خاموش کنیم میبینیم که دور اون قرنیه سلکت شده. برمیادم سر جای خودش. و حالا مشکل دیگه که وجود داره اینه که مگه اینو خاموش کنم، اگه برم جلوتر تو ویدیو این چشم جابجا میشه. پس بعد قرنیه چشم رو هم ترک کنم. برای این کار یه نال ابجکت میسازم، میذارمش لایه بالای ویدیو. روی لایه ویدیو اصلیم کلیک میکنم، از پنجره ترکر روی ترک موشن کلیک میکنم. یه قسمتی از تصویرم که خیلی شاخص باشه انتخاب میکنم، مثلا اینجا ابعاد اینو بزرگ میکنم و ترک فوروارد رو کلیک میکنم. صبر میکنم تا عملیات ترکینگ انجام بشه. خب عملیات ترکینگ تموم شد. میام روی ادیت تارگت کلیک میکنم و اون نولی که ساختم رو انتخاب میکنم و اوکی. اپلای رو میزنم، ایکس و وای، اوکی. حالا تو مرحله بعد کاری که باید بکنم اینه که لایه سالیدم رو با این نول ابجکتی که ساختم پرنت کنم. ویدیویی که از لایه اصلیم داپلیکیت کردم، یعنی دومیه که آلفا ماتش کردیم، کلیک میکنم و افکت کروز رو روش اعمال میکنم. حالا میام از قسمت چنل اونو میذارم روی بلو و رنگش رو تغییر میدم به این شکل. رد رو انتخاب میکنم، یه مقدار قرمزی رو کم میکنم و گرین به این شکل. حالا میبینیم که لبه های این قرنیه درست در نیامده. برای این کار میرم اون ماسکی که ایجاد کردم رو سلکت میکنم و از زیر لایش یه مقدار بهش فدر میدم به این شکل و اکسپنشنش هم کم میکنم که این ماسک به داخل تر هدایت بشه. به این صورت این مقدار فدر رو کم میکنم که شدتش درست تر بشه. به این صورت فکر کنم 126 خوب باشه و در نهایت نتیجه به این شکلی میشه که میبینید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید.